فکر می‌کنی چه تأثیری میذاره وقتی خانم‌ها ایرانی نمیتونن آزاد باشن در خوندن و اینا؟ اینطور فکر می‌کنم خیلی خوبه. می‌دونی چرا؟ هزاران خواننده، همه خواننده، همه آهنگسازن، اما نیستن. خیال می‌کنن خواننده نیستن. دکتر لوید میلر، نوازنده چیره دست سنتور و استاد موسیقی جاز، رفتیم با بورس فولبرایت 69 رفتیم با بورس فولبرایت تا رساله دکتری هم در باره موسیقی ایرانی بنویسم و بعد برگشتم یوتا. سالها تو برنامه ایران شناسی بودم تا بالاخره درجه دکتری بهم دادن. که چطور شد به چی به شما موسیقی رو یاد داد؟ آقای دکتر صفت در پاریس در سال 62 استاد من بود. پیش دکتر صفت شاگرد شدم و موزیکی هم عرفان و همه چیز ازش یاد گرفتم. خب این انجمن هنرهای خاوری، این یک سازمانی که دکتر صفت گفت که برو امریکا این سازمان رو بنیاد کنید، یک شاخه از مرکز حفظ و احیای موزیکی ایرانی در ایران که بود زمان 70. یک شبه از اون درست کردیم که موزیکی ایرانی را گسترش کنیم. چه استقبالی شده از این موسیقی مشرق زمین در میدونی مردم یوتا و جاهای دیگه آمریکا؟ بله، مردم امریکا دوست دارند، فقط خود ایرانی ها دیگه دوست ندارند، یکم مثل که باختر پرست شدند. و شما سال 1977 از ایران خارج شد، درسته؟ بله. از اون زمان تا به حال موسیقی ایرانی رو دنبال کردین؟ 30 سالی که شما از ایران خارج شدید. بله، موسیقی ایرانی اکنون مانند یک کشتی که میان خیزابهای خشمگین آسته آسته اندر یک مغاک تیره و تاریک فرو می رود و اندر گور گمنامی تا پایان زمان بی جان می خوابد. چرا؟ برای اینکه چون که همه گیتی فریفته و گول زده شده است و اندر زنجیرهای زیرک و زیان آور زهریمن برده و بنده بسته شدیم، یعنی همیمون. زیرا که این گویا پیشرفت امروز نابودی موزیکی خاوری را میشه تاباند، پس زنهار از زشتی این زمان و زنده باد زیبایی زمان باستان. و همش انگیزهای باختربازی و نوین پرستی زیر فشار سازگاری سازمانهای سودگران کلان می باشد. همه پول می خواهند، حالا در زمان باستان زیاد نخواستند. اکنون ما نیازمند نبرد و پیکار پیوسته، یک جنگ جاویدان و شورش شایگان بر اخشیج آلودگی پلیدی کنونی داریم و انشاءالله پیروز باشیم. و پاک کردن هنرهای یک کشور، نژاد کشی که شنیدید جنوساید شمارده میشه، چون آنگاه که هنرهای یک مردم پاک میشه دیگه آن نژاد نیست شده است. پس برای این مهمه که هنرهای ایران را پرورش و گسترش کنیم. خب فرصتی داریم قدیمی. بعدم گفتین که با پریسا، خانم پریسا در یک کلاس با هم کلاس بودن، تعلیم صدا میدیدید؟ بله. چی شد پس شما خواننده نشدین؟ شدم اما به خوبی ایشون نه. خانم پریسا اشاره کردیم، میدونی الان در ایران، در ایرانی که حکومت اسلامی هست، زنها نمیتونن در ملای عام برای یک جمعیتی که مردم درش حضور داشته باشه برنامه اجرا کنن، بخونن. فکر میکنید چه تأثیری میذاره وقتی خانم‌ها ایرانی نمیتونن آزاد باشن در خوندن و اینا؟ اینطور فکر میکنم خیلی خوبه. میدونی چرا؟ برای که من فکر میکنم کدوم خواننده زن میخوام بشنوم یا ببینم؟ هیچ کدوم، فقط پریسا. میدونی سخته، برای اینکه یک نفر خیلی عالی، قمر ملوک طاهرزاده که مرد بود، پریسا و شاید یکی دوتا دیگه هستن که واقعا دستگاه خالص و خوب اجرا میکنن. هزاران خواننده، همه خواننده، همه آهنگسازن، اما نیستن، خیال میکنن. پس شاید خوبه خواننده نیستن. میدونی همش کار خداست. خب نواختن پیانوی ایرانی این چگونه بود؟ اینو توضیح بده. بله، من در وقتی که تهران بودم همه میخواستن پیانو بزنن، مثلا میخواستن از این باختر بازی یا فرنگی پرستی او پیانو بزن. پس رفتن یاد گرفتن آکورد اینا، مثلا شوپن و باخ، اما میخواستن تو موزیک ایرانی وارد کنند و نشد.
چرا آکورد نمیشه؟ اصلا آکورد خراب میشه برای اینکه یه سیستمی دیگه است. میخواستن آکورد اضافه کنند یه طوری که خیلی نمیدونم گیج کنند از اون چیک 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 چیک، بهشون گفتم نه نه با اینطور نیست اینطور نیست. بعد گفتن خب برم تلویزیون نشون بدم که چجور میشه پیانو زد. یه ویدیو کلیپ دیگه داریم از شما و خانم سنت جان، بله اونو برای دوستان عزیزمون پخش میکنیم و بعد ادامه میدیم به گفتگومون با شما عزیزان. Yes. این در دستگاه شور بود. بله تقریبا. چند سال پیش برای نوازی این برنامه رو چند سال پیش اجرا کردید؟ سر 5 سال پیش. آها. در یوتا.